سلام خدمت همه شما، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم از اینکه ویدیو مرغ سوخالی رو دوست داشتید. همه چی آماده است؟ اینو بذار خاموش کنم که صداش اذیتمون نکنه. برای یک قلیه ماهی خوب، توی پست قبلی که در رابطه با سوخالی بود، یعنی غذای سوخالی درست کردیم، دو تا نکته خیلی برای من جالب بود. درخواست برای اون چیزی که گفتم انواع سس‌ها زیاد بود و چشم حتما این کارو براتون انجام میدم. یه کامنتی که خوندم که نوا ویدیو برای ما درست بکن که از صبح که میری نوش تا شب که میری چه اتفاقی میفته. اگر دوست دارید براتون جالبه که این ویدیو رو درست بکنم، حتما برام بنویسید و چشم. ما میریم نوش از رست، از بیکری، از مهمونای عزیزمون تصویر برداری میکنیم و با شما به اشتراک میزنیم. همه چی آماده است برای یه قلیه ماهی خوب. این قلیه ماهی رو من توی جزیره قشم خوردم، توی روستای سلخ. اونو میخوام براتون درست کنم. میدونم قلیه ماهی شاید 100 مدل درست بشه. شما یه مدل دیگه خوردید، توی بوشهر یه مدل دیگه است، کلا توی جنوب مدلای مختلف درست میشه، اما این رسیپی که من خوردم و عاشقشم برای جزیره قشم و روستای سلخه. چیزی که ما اینجا داریم، حالا همه رو بهتون نشون میدم. از ماهی شیر استفاده میخوام بکنم. دو مدل سبزی داریم، گیشنیز و شنبلیله، با ادویه هاش، تمر هندی، و قراره یک قلیه ماهی خیلی خوشمزه درست بکنیم. من تو مرحله اول میام که براتون ماهی رو مزه دار بکنم. تا زمانی که پیاز و سیر و سبزی رو خرد میکنیم و سرخ میکنیم، ماهی بمونه برای خودش که مزه دار بشه. یه نکته در رابطه با ماهی بگم. حالا این رسیپی که من خوردم توی جزیره قشم، از ماهی شیر استفاده کرده بودن. ماهی ها انتخابشون با خودتونه، سلیقه ای، مثل خورش که یکی گوسفندی استفاده میکنه، یکی گوساله استفاده میکنه. اما یه نکته از توی ماهی اینه که یک، بدون پوست باشه، دو، بدون استخون باشه، و سه، ماهی گوشتی ما نیاز داریم، یه چیزی مثل ماهی شیر. و ابعادش هم بهتون نشون بدم. ابعادش باید نه خیلی بزرگ باشه که مغزش بوی خیلی خوبی نداشته باشه، و دو، اینکه خیلی ریز نباشه که توی خورشت ما له نشه. نگاه کنید دستمو، نگاه کنید، این اون قسمتی از ماهی شیره که بهتون گفتم قشنگ دادم بیرون، پوستش رو کنده، استخونش هم گرفته. ابعادش هم نگاه بکنید، این توی یه جهت، مقدار ماهی برای هر نفر بین این خورش 100 گرم، 80 گرم، 90 گرم. پس اگر مثلا من اگر بخوام این خورش رو برای 4 نفر درست بکنم، میشه بین 320 تا 400 گرم. اگر 80 گرم باشه 320، و اگر 100 گرم باشه 400 گرم. توی این ابعاد چقدر ماهیش تازه، ذره‌ای بوی بد نمیده. وای، عاشق این خورش میشید. میگم شاید یک سری ها گارد بگیرن که آقا مگه میشه یه خورشتی باشه که توش ماهی پخته؟ اولا که ماهی پخته نیست، ما اول سرخش میکنیم بعد میپزیمش، چه کیفیتی. دو، اینکه خیلی بهش ادویه میزنیم. یه کاری مگه میشه نواب یه چیزی درست کنه که بوی بد بده؟ برش تموم شد، مزه دارش میکنم با همون ادویه هایی که قراره خورش رو درست بکنیم. خورشتی که من اونجا خوردم یه لعاب خیلی خوبی داشت که از آشپزش که پرسیدم گفت ما یه مقداری آرد میزنیم، و من دوست دارم که آرد رو حذف بکنم از خورش و به جاش از پودر سیر و پودر پیاز استفاده بکنم که باعث لعاب بهتری شه. یه دوستی داشتیم جنوبی بود، میگفت من برای لعاب بهتر بهش اسفناج میزنم، ولی خب اسفناج توی دستوره این نمیدونم، تو اون دستوری که من خوردم نداشت. یه قاشق زیاده، قاشق نصف قاشق زردچوبه بهش میزنم، یه قاشق پودر سیر، یه قاشق پودر پیاز، چه رطوبتی گرفته، یه قاشق پودر پیاز، وای فلفل سیاه پاشم خراب شده، بذار نمکشو بزنم، این نمک، برم اون یکی فلفل سیاه پاشم رو بیارم، این هم نمک، فلفل سیاه. برای اینکه
ادویه هاشم بچسبن، یه کوچولو هم روغن بهش اضافه میکنم. این هم فلفل سیاه، یه کوچولو روغن. قشنگ خوب یه دستش میکنم، قشنگ خوب یه دستش میکنم. این کار خیلی به خوشبوتر شدن هم خورشتمون هم ماهیایی که بعداً میخوریم کمک میکنه. خب مایتابه رو میذارم داغ میشه، میرم سراغ ریز کردن سیر و پیاز. تو چی سرخ کنیم؟ تو این حتی قابلمه گذاشتم دیگه، چون خورش میخوام توش درست بکنم. یه نکته هم بگم در رابطه با سیر و پیاز، من دو تا پیاز این ابعاد متوسط درست میکنم و یه دونه بوته سیر کامل میزنم توش به همون ابعاد خورشتی. ابعاد خورشتی هم که میدونید ریزترین سایزی که میشه خورش داد. ببین چه کارهایی دارم میکنم براتون. روغنش هم میزنم، حالا بعد میریم اون بر میبینیم. ما فعلا خیلی اینم از این حرارت رو متوسط رو به کم بکنید که نسوزه، تا اینکه بقیه کارمون انجام بدیم. و سیر رو همین الان با رنده یا از این دستگاه های سیر خورد کن، یه بوته رو کامل دونش کردم، میریزیمش توی یه دونه کاسه. همه رو بعد از اینکه رنده یا خوردش کردیم، یک کم که پیاز رفت جلو سیر رو بهش اضافه میکنیم. سیرم برای اینکه راحت پوست بگیرید ناکنید، یه اینطوری فشار میدید سیر له میشه، بعد پوستش به راحتی ازش جدا میشه، بعد دیگه میندازیم توی این. یه چیز دیگه در رابطه با کار بهتون بگم، الان فرض کنید من اومدم اینو فشار بدم، بیام اینو وردارم بریزم تو این، این کار درستی شما سری کاری انجام بدید، یعنی اول همه رو که دوم کردید بعد همه رو له میکنید، بعد همه رو پوست میگیریم، بعد همه رو پوره میکنیم. با این همه حجم ادویه و سیر و پیاز امکان نداره که ماهی ها بو بدن، امکان نداره. خب اینم از کل یه بوت سیری که پوره کردم، بریم رو گاز، دستان بشورم اول، بریم رو گاز. خب این داره کارش انجام میشه. یه نکته رو در رابطه با تمر هندی بهتون بگم، این تمر هندی سوپرمارکتیه، مطمئنن دیدید. میریزمش توی یه دونه کاسه، برای اینکه ما بتونیم هسته‌هاشو جدا بکنیم، من فن خوبی از مام بزرگم یاد گرفتم که الان بهتون میگم. یه سوسی درست میکرد مام بزرگم من اینجون به اسم تودلی ماهی که از تمر هندی استفاده میکرد، اینطوری هسته‌هاشو میگرفت، آب جوش میریخت روش، بعد میذاشت که زمانی که حل شه از صافی ردش میکرد. خیلی حرکت جالبیه، قشنگ حلش میکنیم تو این، بعد از تو صافی رد میکنیم و توی خورش ازش استفاده میکنیم. اصلا میبینید داره قوام میگیره، هسته ها دارن جدا میشن. میذارمش کنار، سبزی هامونو خورد بکنیم همین رو. این از شنبلیله، برگاش رو اول جدا میکنم. این حدود یه دسته شنبلیله است و اون برم شنبلیله خیلی جاها استفاده نمی کنن، بهتون بگم فقط گیشنیز بعضی ها استفاده می کنن. باز هم خدمت شما میگم که دستورها بی نهایت زیاده برای خورشتایی مثل این، مثل قرمه سبزی، چون کلن غذا
سفر میکنه، از هر شهری به هر شهر دیگه میره مطابق با ذائقه اون، حالا اهالی اون منطقه اون شهر و سلیقه هاشون عوض میشه. یه سری ها مثلا فسنجون رو براتون مثال بزنم ترش دوست دارن، یه سری ها شیرین دوست دارن، یه سری ها ملس دوست دارن. در رابطه با ابعاد گیشنیز و شنبلیلم بهتون بگم که فکر کنم این حدود دقیقا یه دسته است و گیشنیز حدود 5 دسته بزرگه، 5 برابر 5 الی 6 برابر شنبلیله از گیشنیز استفاده میکنه. این از شنبلیله، گیشنیزه رو میذارم و همه رو با هم خورد میکنم. خیلی لهش نکنید و سبزی رو خیلی هم درشت نباشه. سیره اینو میریزم، حرارت رو حواستون باشه کم بکنید، نذارید بسوزه، عطرش آزاد بکنه ولی فعلا نسوزه. کمش کنم، بیام سبزی ها رو سرخ بکنم. اینم از سبزی ها که ترکیبشونه، قشنگ جمع کنید. ابعادش خوبه، ببینید نه خیلی ریزه نه خیلی درشت که برگای سبزیمون مشخص باشه. حرارت زیر مایه تاورم روشن کردم، بذار ببینم برگی یا ساقه چیزی نداریم. یه دونه ساقه که جداش کنم. نه چرا اینجا هست، عالیه. بریم رو گاز، روغم میریزم. اینم برای خودش قشنگ سرخ بشه. بریم ادویه های سیر و پیاز رو بزنیم. تو این مرحله بود که اگر بخواید آرد بزنید اضافه میکنید. پودر پیاز میزنم، یه قاشق زردچوبه، نصف قاشق، نصف قاشق رو ریختیم تو ماهی، نصف قاشقش هم اینجا. پودر سیر، نمک و فلفل سیاه، اون روشنه، نمک، فلفل سیاه. این کار باعث میشه تا ادویه های ما سرخ بشن و اون عطری که دلمون میخواد از ادویه سرخ شده و غیر خام رو تو این مرحله ما الان به اجرا میذاریم. وای چه بوی، چه بوی. حرارت کمه، یک دقیقه بعد میدمشون کنار، ماهی ها رو میذارم. همزمان حواستون هم به سبزی ها باشه. وای به بچه، رنگی رنگ رو ببین واقعا. میدمشون کنار، بذار بدم این بر که تصویر برای شما بهتر باشه. میدمش کنار. اینم از ماهی ها. بروی کنار. خب ببینید همین ادویه، هم این کاری که الان دارم انجام میدم، ریختن این پیاز داغ، سیر داغ روی اینا، تمام بوی ماهی ما رو میگیره. حرارت رو الان زیاد میکنم که ماهی تو حرارت زیاد سرخ بشه، ولی حواستون باشه همین بغل بایستید نذارید بسوزه. هر وقت هم حس کردید خشکه یه چیکه آب رو بزنید بهش. سبزیامون هم که کارش داره انجام میشه، تمرهندیمون هم آماده است، همه چی آماده است. بعد چه خورشتی بخوریم. و زمانی که همه اینا رو ترکیب بکنیم و دیگه بره برای پخت نهایی، برنجمون هم میذاریم بره برای دم. اوه اونجا رو ببینیم، بذار یه چیز کمکی بیارم. این خوب همشون رو برگردونم. اوه اینجا رو ببینیم، همین الان اینو بندازی رو سبزی پلو، عشق کنی سبزی پلو با ماهی بزنی، عشق کنی. باشم بر میگردونم که اون بعدش هم سرخ بشه. وای چه اتفاقایی،
رومینا چشه؟ چشم آنه اشکال نده. خب این کدوم برنگردونم؟ این این دیگه این دیگه کدوم؟ این و تمام. و این بازی کن کارو در میاره. حالا 2 دقیقه دیگه که اومدش هم سرخ شد، سبزی ها رو میریزم توش، آب تمر هندی و آب جوش هم میریزم. این هم که داره کارش انجام میشه. بابا به به بابا به به. یه چیزی یادم رفت، فلفل قرمز البته یه ادویه کاملا سلیقه‌ای توی این غذا چون تندش میکنه، ولی تون دستوری که خوردم یکم من تندی حس کردم، به خاطر همین فلفل قرمز رو بهش اضافه میکنم. نایس 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 نایس. حالا سبزی رو بهش اضافه میکنم. آب تمر، همه چی رو دیگه همین الان اضافه میکنم. آب تمر هندی رو بهتون گفتم چطوری اضافه میکنم. ببینید اینو میذارم همین اینجا این رو بایستا بایستا و اینو میریزم اینجا. حالا قشنگ بازش کنی، میبینی اون زیرو خواب. و حالا آب جوش، آب جوش هم میریزیم که خورش بره برای پخت. وای وای بوی غلیمایی میاد نه؟ میبینیم پوکش میاد. خب حالا حالا حرارت کم در گذاشته و خورش دیگه بره برای خودش، ما بریم برای خودمون و برای پخت برنج. حرارت کم، برنجم شستم، حرارت زیاد، آب، یکم روغن، نمک و اجازه میدم که بجوشه، آبش تفخیشه، حرارت کم میکنیم، میذاریم که در بکشه. خب نبا من در اینو میذارم برو کمش هم بزن. خسته نباشی، تو کم 30-40 دقیقه دیگه آماده باش. ممنون. گو. 1 ساعت و 15 دقیقه از زمانی که ما در خورش رو بستیم میگذره. میخوام برم با پدیده قلی ماهی آشناتون کنم. وای یا رضا. حواستون فقط به یک نکته باشه که آروم بکشیم. اینجا رو ببین، یعنی چی آروم بکشیم؟ یعنی اینطوری محکم نندازیم که ماهی ها زخمی بشن. فقط ببین چه رنگی، باید بوش رو حس کنید، بوی سلخ داره میاد. سلخ چی؟ روستای تو قشم که دستور این قلی ماهی از اونجاست. خب برنج هم میخوایی بگی؟ حتی برنج که دیگه 700 بار طالباتون درست کردم، اینم که برش میگردونم. اوه او بوی ته دیگه اومد، بریم سری برش گردونم. خیلی سری و بدون اینکه حرارت رو خاموش بکنیم برنج رو میکشم. خیلی
اینا برنج. وای آروم آروم ملقه رو بندازید، همینطور خیلی آروم میکشیمش، وقت و حوصله به خرج بدید که ماهی ها اونجوری زخمی نشن. وای اینجا رو ببین، خدای من کیم رومینا؟ اینجور نو کن. از این بهتر نمیشه. اینجا گل کار ببین. وای خیلی جالبه نه؟ یه دقیقه اجازه بده به من. از این بهتر چی داریم؟ اینجا رو یه دقیقه بگیر. اینا تهدیدمون و اینم من به همراه یک خورشته. عالی، اصلا نمیتونم وایستم، بوش داره دیوونم میکنه. اینکه برنج هیچی، برنج هیچ حرفا حدیثی نمیمونه. همه تون دیگه الان با این همه آموزشی که دادم استاد برنج شدید. و اما اینجا رو ببینید، یکم از سبزی و سوسش و ماهی بی نظیر رو ببین، کماکانم داره بارون میاد. اگر یه نمره بذاری از 0 تا 20، واقعا 20 هم کمشه. باورم نمیشه. این غذا رو حتما درست بکنید، یعنی وقت بذارید و نظراتتون رو حتما در رابطه با این غذا بنویسید. خب من دیگه ویدیو رو جمع میکنم، نکته این نیست. در رابطه با اون دو تا قضیه که گفتم، یکی سس ها بود، قرار بود چند مدل سس رو درست بکنیم. یه فیدل هم داره صدا میکنه. دو، درست کردن یک روز در کافه رستری نوش، یه ویدیو در کافه رستری نوش. و سه، الان هم فصل باقالیه، شاید براتون باقالی پلو خوب درست بکنم. پس همین الان که ویدیو داره تموم میشه کامنتتون رو برای من بذارید. خیلی مخلصیم، ارادتمند، چاکرین، خدافظ.